سلام و درود بینندگان گرامی از دو تیوی، امروز چهارشنبه 12 می است. در استودیو با شما هستم فیروزی حید. اینک توجه کنید به سرخطی مهمترین خبرهای تاجیکستان و جهان. بعد از بازداشت عزت امان، اوباب فشار بالای همکارانش را آغاز کرده است. آفتهای طبیعی در تاجیکستان جان 9 نفر را رب و به اهالی خسارت بزرگ وارد کرد. کمیته دولتی امنیتی ملی قرغیزستان پرونده یک فرمانده تاجیک را بررسی میکند. دوستان عزیز، فردا در بسیاری از کشورها عید سعید فطر اعلام شده است، از جمله در تاجیکستان عزیز و تن همه ما و شما. بنا به این مناسبت پیش و پیش از نام همه کارمندان شبکه از دو تیوی، تمام مسلمان های جهان، از جمله هر یک شما هموطنان عزیز و ارجمندم را در هر کجایی که هستید، چی در وطن و چی بیرون از آن، تبریک و تهنیت گفته و برایتان از خدای متعال بهترین آرزوها و خواسته ها را تمنا میکنیم و از خداوند منان امید داریم که روزه و طاعت و عبادت ما و شما را مورد قبول خیش گردانده باشد و از کمبود و خطاهای ما گذشته باشد. برای یک و یک شما عزیزان تنی صحت، رزق فراخ، سعادت و خوشبختی دو دنیا را آرزو مندیم. باز هم عیدتان مبارک باشد. همکاران و شاگردان عزت امان که تا بازداشتی او در مرکز تاجیکان در روسیه همراهش کار میکردند، از تعقیب و بازپرسی شدن خانواده هایشان از جانب مقامات انتظامی کشور خبر دادند. بختاور جمعیف، حامی حقوق مهاجران در روسیه و یکی از آنها که در مرکز تاجیکان همراه عزت امان کار کرده است، میگوید مقامات تاجیکستان بالای خانواده‌اش فشار آوردند که او به کشور برگردد. به نوشته رادیو آزادی، ماموران ریاست مبارزه با جنایت های متشکل وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 11 می پدرش را از پنجکین دعوت نموده، یک روز در بازداشتگاه موقتی نگاه داشتند و همچنین همسر او را که در دوشنبه دانشجو بوده است نیز دعوت نموده، طلب کردند که بختوار به وطن برگردد. جمعیف میگوید بعد از بازداشت و استرداد عزت امان، به دوشنبه بعضی منبع ها به او اطلاع دادند تا روز 1 می او را هم به تاجیکستان استرداد میکنند و از این رو از قلمرو روسیه بیرون شده است. حالا اندکی وضعیت بهبود یابد، باز به مسکو برمیگردم، گفت او. همچنین در قطار بختوار همکاران دیگر عزت امان نیز از تعقیب و فشار مقامات خبر دادند. سهراب جهان، یکی از حامیان حقوقی مرکز تاجیکان، گفته که ماموران ریاست مبارزه با جنایت های متشکل وزارت کارهای داخلی تاجیکستان پیوندان او را نیز دعوت نموده زبان خط گرفتند. او به رادیو آزادی گفت کارمندان مقامات از نزدیکان من زبان خط گرفتند، گفتند که اگر خواندنی رفته باشد به تحصیلش مشغول شود، در شبکه ها صورت هایی که همراه عزت امان گذاشته است نیست کند. در یک نوار ویدیویی از بابای دانه از خیانتکارها حمایت کرده است، کور کرده پرتاید. عزت امان، حامی حقوق مهاجران در روسیه، ماه مارس سال جاری با درخواست تاجیکستان از جانب مقامات قدرتی این کشور بازداشت و شهروندیش بیکار کرده شده به دوشنبه استرداد شد. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان رسیدن برابر او را با اتهام قلابی عیبدار کرد و به حبس پیشکی گرفت. مهاجران تاجیک در شهر مسکو برای آزادی او دست به اعتراض زدند و در نزد سفارت تاجیکستان طلب آزادی عزت امان را کردند. دیری نگذشت که تقریبا همه مهاجران بازداشت شدند که با کمک سازمانهای حقوقی و دخالت مخالفان آزاد کرده شدند. همچنین در برابر این، با ابتکار کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان، تقریبا هر روز دانشجویان، آموزگاران و ساکنانی که عزت را عموماً نمی‌شناسند در نزد دوربین او را به قلابی عیبدار می‌کردند. رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان با رهبران ولایت‌ها و نایه‌ها وضع پیامدها از آفت‌های طبیعی را که بر اثر باران‌های چند روزه اخیر به کشور رسیده است بررسی نمود. خبرگزاری سپوتنیک با تکیه به گزارش دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری نگاشته که امامعلی رحمان در یک صحبت تلفنی با قوی رسولزاده، رئیس ولایت ختلان قربان حکیمزاده و سران دیگر منطقه وضع با وجود آمده در نتیجه افت‌های طبیعی را مورد بررسی قرار داد و درباره خسارات و پیامدهایی که این افت‌های طبیعی به منطقه‌های تابع جمهوری و ولایت ختلان به بار آوردند
آشنا گردید. رهبران نواحی شاه تیمور، مومین آباد، میر سید علی حمدانی، یاوان کوشانیان، عبدالرحمن جامی و دنگره در مورد وضع و چاره‌های اندیشیده شده سخن گفتند. با گفته دفتر مطبوعاتی رئیس جمهوری امامعلی رحمان دستور داده است که برای برطرف کردن پیامدهای آفات‌های طبیعی و سری وقت رسانیدن کمک به همه آسیب دیدگان، برقرار کردن خانه‌های خراب شده، راه‌ها، پل‌ها و دیگر بناهای خراب گردیده چاره‌های فوری اندیشیده شوند. باید گفت که در نتیجه باران‌های شدید و سیل در یک قطار شهر و نواحی ولایت ختان و نواحی تابع جمهوری خانه‌های ساکنان محلی خراب گردیده، راه‌ها و دیگر انشاءات مهم اقتصادی آسیب دیدند. علکه 9 نفر قربانی این آفات‌های طبیعی شدند و در کشور یک کمیسیون حکومتی تأسیس داده شده است که خسارات وارد شده را معین و همه پیامدهای آن را برطرف خواهد کرد. در حیات این کمیسیون رهبران وزارت امور داخله، کمیته دولتی امنیت ملی و کمیته حالت‌های فوق‌العاده همچنین رهبران وزارت و اداره‌های مربوطه تاجیکستان شامل هستند. یادآور می‌کنیم که در نتیجه آفات‌های طبیعی که در روز 11 می در قسمت جنوبی و مرکزی تاجیکستان رخ داد، 9 نفر هلاک شد. روز 11 می در نتیجه باران‌های شدید در حدود یک قطار ناحیه‌ای ولایت ختان و ناحیه‌ای تابع جمهوری سیل و آبخیزی به وجود آمد که در نتیجه باعث مرگ آدمان گردید. همچنین کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گرجدنی جمهوری تاجیکستان روز 12 می با بخش اعلامیه از هلاکت 9 نفر و ضرر دیدن 15 ناحیه کشور خبر داد. در نتیجه سیل و آبخیزی های ویرانشوی منزل های استقامتی و شستشوی راه های افتانبیلگرد به قید گرفته شده است. طبق معلومات پیشکی در نتیجه آفات طبیعی در ناحیه شمس‌الدین شاهین ولایت ختلان 3 نفر اعضای یک آیله که در داخل ماشین بودند به هلاکت رسیدند. در شهر کولاب 3 نفر فوت کردند که از آنها 2 نفر در داخل افتماشین بودند و 1 نفر دیگر از داخل مجروی سیل دریافت کرده شد. همچنین نوبتداری کمیته حالت‌های فوق‌العاده در منطقه کولاب به رادیو آزادی گفته است که وضعیت در شهر وزنین است و نزدیک 80 مکان ضرر دیده را به قید گرفته‌اند. کمیته حالت‌های فوق‌العاده می‌گوید در شهر ایسور یک ساکن محلی بر اثر سیل هنگام چراندن چاروا به هلاکت رسیده، اینچنین هلاکت یک نفر در ناحیه کوشانیان و یک نفر دیگر در ناحیه وخش نیز به قید گرفته شده است. گفته میشه در پای این حادثه سروزیر قوی رسولزاده، رئیس ولایت ختلان قربان حکیمزاده، وزیر کارهای داخلی رمضان رحیمزاده و رئیس کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گرجدنی رستم نظرزاده به منطقه‌های از آفات‌های طبیعی ضرر دیده شهر کولاب، ناحیه شمس‌الدین شاهین و مومین‌آباد ولایت ختلان رفتند. در دهه نوآباد ناحیه عبدالرحمن جامی زمین فرو رفته، چندین خانه به کلی از بین رفته است که صاحبانشان میگویند تنها جان خود را به در کردند و چیزی از خانه هایشان گرفته نتوانستند. اگرچه تا حال سبب فرو رفتن زمین در این دهه معین نشده است، ولی یک ساکن این ناحیه در تماس با ازاتیوی گفت باران چندان زیاد نبود که خفی سیل احساس شد. با احتمال زیاد زمین های این دهه از سبب آن که در پس کوه جای گیرند که آن طرف کوه آبانبار های سنتوده 1 و 2 جای گیر هستند. شاید نمناکی زمین های این دهه و فرو رفتن خونه ها و نزدیکیشان به این آبانبار ها رب داشته باشد. دادستان کلی قیرستان به عمل جنرال و فرمانده واحد تعینات مخصوصی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خورشید عزت‌الله محمدزاد که طبق گزارش های رسانه های قرغیزی در درگیری مسلحانه در مرز دو کشور شرکت کرده است، بهای حقوقی خواهد داد. در این باره اینترفاکس خبر می‌دهد. سرداری خدمات مطبوعاتی پراکوراتوری جنرالی قرغیزستان بلک کالیکوف روز دوشنبه به اینترفاکس گفت که پرونده جنایتی را به کمیته دولتی امنیت ملی بررسی می‌کند. باران چندان زیاد نبود که خفی سیل احساس شد. با احتمال زیاد زمین های این دهه از سبب آن که در پس کوه جای گیرند که آن طرف کوه آبانبار های سنتوده 1 و 2 جای گیر هستند. شاید نمناکی زمین های این دهه و فرو رفتن خونه ها و نزدیکیشان به این آبانبار ها رب داشته باشد. نماینده پراکوراتوری ایلوه نمود که اوید به دلیل شکنجه شهروندان قیرغیزستان از جانب خدمتچیان حربی تاجیک شعبه کارهای داخلی ناحیه لیلک ولایت بادکن و مرافعه پیشکی شروع کرده است.
генерал Муҳаммадзода Хуршеди 49 сола аз моҳи май соли 2015 баъд аз фирори генерал Гулмурод Халимов дар вазифаи ӯ ҳамчун сардори раёсати воҳидҳои таъиноти махсуси вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон таъин шудааст. Ёдовар мешавем ваз дар марз миёни Тоҷикистон ва Қирғизистон 28 апрел дар пайи як баҳс сари нуқтаи обтақсимкунии Галавной шиддат гирифта, 29 апрел ба даргирии мусаллаҳона миёни низомиёни ду кишвар печид. Бар асоси иттилои расида, теъдоди қурбониён аз ҳар ду ҷониб 55 нафарро ташкил медиҳад. Тоҷикистон аз 19 кушта ва Қирғизистон аз ҳалокати 36 шаҳрвандаш хабар дод. Тибқи иттилои кумитаи давлати амнияти миллии Тоҷикистон, муттаҳамони қазия шаҳрвандони Қирғизистон буданд, ки ба сӯи тоҷиконе, ки мехостанд дар он ҷои камераҳои назоратӣ насб кунанд, санг андохтанд ва ҳатто дар ин муноқиша низомиён дар либоси мулкӣ истифода шуданд. Дотисиёни кулии Тоҷикистон гуфта, ки аввалин шуда шаҳрвандони Қирғизистон нисбати шаҳрвандони Тоҷикистон таҷовуз нишон доданд. Ҳамчунин дотисиёни кул дар робита ба ҳамин қазия алайҳи 200 шаҳрванди Қирғизистон, ки дар марз муноқиша барпо карданд, парвандаи ҷиноӣ боз кардааст. Дар ҳоли ҳозир ваз дар марз муътадил арзёбӣ гардида, 2 май ҳайатҳои Тоҷикистон ва Қирғизистон протоколи муштарак дар бораи делимитатсия ва демаркатсияи сарҳадро ба имзо расонданд. Тоҷикистон ва Қирғизистон ҳудуди 970 километр марзи муштарак доранд, ки аз ин то ба ҳол 520 километраш аломатгузорӣ шуда ва боқимонда ҳанӯз ҳам номуайян ва мушаххас карда нашудааст. بینندگان عزیز در اینجا برنامه خبر امروز به پایان رسید. خبرگزاریش‌های بیشتر را میتوانید در سامانه ما از دا نقطه تیوی و کانال تلگرامی از دا تیوی پیگیری کنید. برایتان اشتراکی خوب و خوش را تمنا داریم. خیر تا برنامه دیگر. خدا نگهدار.